هزینه ها سنگین بود و ما نتونستیم تولیدمون رو به خوبی انجام بدیم. آقای عدالت فکر میکرد که در حال حاضر بدترین شرایط رو تجربه میکنه، چون متوجه شده بود هزینه زیاد تولید، سختی رقابت با آبزیان دریا و نبود بازار ثابت میتونه آرزوهایی که برای مزرعش داشت رو به یأس تبدیل کنه. در فاصله ای نه چندان دور از مزرعه، ماهیگیران و کارآفرینان مدل جدیدی از تولید رو پیاده می کردن. آقای کریمیان که به عنوان کارآفرین در زمینه آبزیان دریا فعالیت میکنه، سعی کرد با طرح‌هایی بین آبزیان دریا و ماهیان پرورشی ارتباط برقرار کنه. از کیلکا پودر تهیه شد و به همراه میکس های پروتئینی به عنوان خوراک ماهی در اختیار مزرعه داران قرار گرفت. از لحاظ مواد مغذی بسیار مناسب استش، ماهی هامون رشد خوبی دارن. 500 گرمه این الان. چند از ماهی هم میگیریم؟ ما بستگی به این داره که یه وقتی مشتری هامون یه وقتی نونه روزی 300 تا. آقای عدالت برای تغذیه این ماهی ها پولی پرداخت نکرده. ما غذا رو از کارخونه کریمیان تحویل میگیریم به راحتی و تولیدمون رو به ایشون تحویل میدیم و از این طریق سود خوبی میکنیم. حمایت از 200 مزرعه پرورش ماهی گرمابی و سردابی رو انجام میدیم، حمایتشون میکنیم. بعد از بزرگ شدن ماهیانشون برداشتشون رو انجام میدیم و میبریم برای واحدهای فرآوری. قبلا همونجور که استظهار دارید تقریبا ماهیامون مختص به دریا بوده و در یک فصل خاصی در ایام خاصی عرضه می شد. به مرور که رشد توسعه آبزی پروری داشتیم و آبهای گرمابی سردابی رو تولید کردیم، این روند توسعه پیدا کرده. این مدل توسعه در آبزی پروری امید رو در دل مزرعه داران زنده کرده و الگویی شده برای بخش دولتی برای حمایت از کارآفرینان. یک کارگروه اقتصادی در استانداری متشکل از استاندار و معاونینشون تشکیل شده که برای حمایت از این کار تحت عنوان توسعه پرورش توسعه و صادرات پرورش ماهیان و آبزیان که در حال حاضر ما همه گونه در واقع حمایت های لازم رو انجام میدیم. حالا پرورش دهندگانی مثل آقای عدالت مطمئن هستند که با این روش مزرعهشون هیچ وقت خالی نمیشه، کار ادامه داره و بازار داخلی و خارجی مملو از محصولاتشون خواهد بود.